سلام، با او خوش آمدید. ما امین بابک هستم و مهمان برنامه ما آقای عبدالکریم خرم، رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان. آقای خرم بسیار تشکر از حضورتان دارم. تشکر، خوش آمدید. بحث جدال روی هویت ملی در افغانستان پس از این اوج گرفت که رئیس جمهور کار توزیع تسکیل الکترونیکی را و درج تابعیت افغان به عنوان تابعیت آغاز کرد. فکر میکنید که گفتمان داغ قومی در مورد هویت ملی سرنوشت افغانستان به کدوم طرف می‌برد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول باید این را بگویم که به نحوه که کار توزیع تذکره برقی پیش برده شد بسیار غلط و نادرست بود. اول رئیس جمهور قانون توشیح کرد، باز بعد از او یک فرمان تقنینی که او تعدیلات در قانون می آورد باز او را صادر کرد و بالاخره موضوع بایومتریک و اینا را برد در دفاتر ارگ و کار در ارگ متمرکز ساخت. الان که موضوع تذکره یک موضوع عادی ضرورت مردم یک مملکت است و در دفاتر عادی از سالها به این طرف در افغانستان توزیع میشه، تذکره کاغذی حال هم قسم معمولی و توزیع از او جریان دارن. به نحوه که رئیس جمهور در این برخورد کرد قصد از یک موضوع متنازفیه و یک موضوع جنجالی ساخت. یعنی میگن که موضوع حساس نبود، رئیس جمهوری را حساس ساخت. حتی اگر بعضی حساسیت های خرد و ریزی موجود هم بود او را باید خاموش میکرد و او را از بین میبرد. عین مسئله و جنجال در زمان حکومت شما هم جریان داشت و شما بحث توزیع تذکره های الکترونیکی را تا آخرین لحظات حکومتتان آغاز نکردین. شما هم نگران از این مسئله بودین که در اون زمان اقدام نکردین؟ ما در صدد ازی بودیم که این موضوع به یک موضوع اختلافی و سیاسی تبدیل نشد. یک مسئله زندگی روزمره اتباع یک مملکت است و ما در امی تلاش بودیم که خب دوران حکومت ما به پایان رسید و حکومت جدید انتخاب شده و آمد. ما فکر میکنم که در این بسیار به طریقه غلط برخورد شده در این مسئله و تعجب دیگه که میکنم این است که در مسائل بسیار خرد و ریزه دیگه رئیس اجرایه و رئیس جمهور با هم یک جای هم میشینن، هم گپ میزنن. وزیر خارجه امریکا میاد در میدان هوایی بگرام، اینا یک جای به دیدن از او میرن در اوجه. اما در این مسئله اینا با هم تا جایی که من معلومات دارم سر موضوع توزیع تذکره اینا حتی با هم روبرو با هم ننشستن. خب مخالفت آقای عبدالله نکردن. در نشست خبری آشکار بود، اما دلیلی که رئیس جمهور شما گفتین رئیس جمهور و رئیس اجرایه در مسائل دیگه کوچک دیگر با هم میشنن و مشوره میکنن و در چنین مسائل مشوره نمیکنن، اصل دلیل در کجا؟ ما اصل دلیل در توطئه خارجی ها میبینم. ما فکر میکنم از مدت بسیار زیاد به این طرف خصوصا امریکایی ها در صدد ازی هستن که در افغانستان نفاق قومی با وجود بیاید، در افغانستان یک نوع مخالفت بین منطقه های مختلف با وجود بیاید، نفاق بین مردم بر اساس مذهب و بر اساس زبان اینا با وجود بیاید. چرا اونا این کار میکنن؟ اونا به خاطر از اینکه یک افغانستان گدوت، یک افغانستان که در اون ملک و توایفی حاکم باشه، یک افغانستان ضعیف برای پیش برد اهداف از اونا به کار است. و من فکر میکنم که به صورت سیستماتیک منظم در پشت موضوع تذکره دست های خارجی کار میکنن. البته باز پایین تر از امریکا کشورهای دیگه هم من فکر میکنم در این فعال هستن که نفاق در بین مردم افغانستان با وجود بیارن از امی تاریخ. آقای خورم، در مورد که شما میگین که کشورهای خارجی به شمول ایالات متحده آمریکا در بطلی نفاق در افغانستان کار میکنه، اینجا پس رهبرهای حکومت وحدت ملی هم آلی دست همین کشورها شده در این مسئله؟ در صورتی که این کار آگاهانه میکنن آلی دست شدن و اگر نا آگاهانه میکنن اونا باید بفهمن که این موضوع در جامعه اثرات خراب داره، باید با هم بشینن و این موضوع را حل بکنن. اینا خب مراجع هستند که دیگه مردم افغانستان که مشکل می داشته باشه برای اینا مراجعه میکنن.
دیگه اینا وظیفهشان است که مشکل بین خود حل بکنن و در جامعه حل بکنن. خب اگر این مشکل حل نشوه، بس توزیع تذکره های الکترونیکی هم با وضعیت کنونی شده ما پیدا بکنه، یک طرف حکومت به روی توزیعش تاکید داره و طرف دیگر هم روی رد او تاکید داره و در بین مردم افغانستان هم کلانترین شکاف ها به این وجود آمده، برخی ها یک طرف میگه ما افغان هستیم، دیگر میگه ما افغان نیستیم. اگر حل نشوه و پروسه به این گونه ادامه پیدا بکنه، شما چی دور نمایی را ترسیم میکنید برای؟ اگر اول یک موضوع را عرض بکنم که کسانی که میگه که ما افغان نیستیم، این یک اقلیت غیر قابل حساب است در جامعه افغانستان. این مردم از قرنها به این طرف با هم زندگی کردن، برادرانه زندگی کردن و در جامعه این نفاق موجود نیست. باز هم من تاکید میکنم که ریشه از این در مداخلات خارجی است و اگر حل نشه این باز میشه که به یک مشکل و به یک معضل تبدیل شود. شما چگونه میگین که کسایی که افغان قبول نداره، اگر اقلیت کوچک است، در حالی که بر اساس موضوعگیری های اخیر که در این مورد صورت گرفته دیده میشه که این جمع جمع کلانی است و بحث افغانیت قبول نداره؟ من قطعا به این نظر نیستم جمع کلانی نیست، اما یک تعدادی هست که صدای خود را، تعدادش کم است اما کسانی هستند که صدایش به جای میرسه، یا مثلا در یک مرجع هستن و زیاد دارن که او پوشش خبری از او زیاد است از او جای، یا مثلا به مطبوعات دسترسی دارن، اما در بین جامعه، در بین مردم افغانستان تاریخی را ثابت کردن که این اختلاف و نفاق سر از این موضوع قطعا موجود نیست. مشخص موقف شما و تیم شما آقای کرزی و شما در مورد توزیع تذکره های برقی چی است؟ من نظر خودم میگم اویی است که موضوع افغانیت غیر قابل سوال و بحث است. در این افغان ها مشکل ندارن و موضوع دیگه که بسیار مهم است که به او باید اشاره کنم اویی است که حکومت و رئیس جمهور از این یک موضوع اختلافی و سیاسی نسازه، او را متمرکز در ارگ نسازه. شما در زندگی شنیدین که تذکره ها بایومتریک یا ثبت نام یا توزیعش در ارگ شوه؟ این به خود دفاتر داره در کل شهرها و در کل افغانستان باید باشه. باید این به یک موضوع سیاسی و کمپاینی نه، به یک موضوع عادی ضرورت مردم تبدیل شوه و در اون صورت من فکر میکنم مردمی که با اونمو خصوصیات فعلا امی تذکره های کاغذی را میگیره، اونا خواد رفتن امی تذکره های برقی را هم خواد رفتن. در مسئله انتخابات، تقویم انتخابات سوی کمیسیون انتخابات اعلان شد، بحث ثبت نام رای دهنده ها آغاز شد بر اساس کندی که در پروسه ثبت نام رای دهنده ها و یا عدم اعتماد مردم نسبت به این پروسه، این پروسه یک بار دیگر به یک ماه دیگر تمدید شد و پروسه جریان داره. شما به این باور هستین که کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان با وضعیت فعلی که داره بتونه که پروسه برگزاری انتخابات بر اساس تقویم اعلان شده؟ من در این شک دارم که بر اساس همون تقویم انتخابات برگزار شود، به خاطر از این که پروسه ثبت نام خوب پیش نمیره. اول شما این را فکر بکنین که کارت های رای دهی را باطل اعلان کردن و یک پروسه دیگه را که در او تقلب بیشتر شده میتونه که عبارت از تذکره های کاغذی است، او را تجویز کردن و فعلا حرف ازی در بین است که استیکرها بالای فوتوکاپی تذکره ها چسبانده شود. از یک طرف یک پروسه را آغاز کردن، در نصفش بازو را تغییر میتن و این پروسه هم هست که در او تقلب آسان میشه. 2 میلیون تذکره میگن که آل چاپ شده که به صورت تقلبی به مردم داده میشه و استیکرها و اینا خرید و فروش میشه. از آغاز میبینیم که کار غلط روان است. یعنی شما امکان تقلب در تذکره های کاغذی نسبت به کارت های گذاشته بیشتر میبینید؟ بله، و امی کار قسم شروع شده که خودش زمینه ساز تقلب است. و از طرف دیگه شما کمیسیون را ببینید، تابال رئیس دارالانشایش نیست. اصلا در کمیسیون انتخابات کار عملیاتی اساسی که در تدویر انتخابات میکنه و دارالانشاست،
رئیس دارالانشا نداره، مقرری ها در بعض ولایت اینا تکمیل نشده، کار قسم جریان داره که آدم این انتباه را میگیره که اصلا اراده از این موجود نیست که انتخابات برگزار شود. و این آوازه هم هست که شاید یا همگی یا تعدادی از اعضای کمیسیون استعفا بدن، نظر به مشکلاتی که در جلو کارشان در مقابل کارشان به وجود خواهد آمد. این باز برگزاری انتخابات ناممکن می سازه و ثبت نام هم اینا ارقام به مردم نمیتن. تا جایی که من خبر دارم از این چیزی که اعلان میشه بسیار پایان تر است. خب این در نتیجه ضعف کمیسیون است یا هم در نتیجه حکومت مداخله حکومت؟ در قدم اول مداخله حکومت است. شما ببینین اول او کمیشنرهایی که در نتیجه کار از اونا کسان رئیس جمهور و رئیس اجرایه شدن که امروز حاکم از این مملکت هستن، او کمیشنرها را اینا از کار برطرف کردن. اونا برای 6 سال تقرر پیدا کرده بودن بدون ای که در مخالفت با قانون، اونا را برطرف کردن، برکنار کردن، برایشان مشاوریت ها و اینا دادن. ای یک کار غیر قانونی. کار دوم غیر قانونی که کردن، رئیس کمیسیون نو از کار برکنار کردن. و باز کار غیر قانونی دیگه که کردن که باید در امو لست که موجود بود جای امو کمیشنر برکنار شده پر می شد، از خارج امو لست کسی را آوردن کمیشنر ساختن. از آغاز برخورد حکومت و رئیس جمهور با انتخابات غلط بوده و خلاف قانون بوده، در نقض کردن قانون بوده. این یک مثلا. دومی که کمیشنرها تازه آمدن، او تجربه را هم ندارن، مشکلات دالنشا را هم براتان گفتم، سر تا پای کار خراب است. یعنی نگرانی عمده شما برمیگرده بر بحران اعتماد بر کمیسیون و مداخله حکومت در امور داخلی کمیسیون؟ بله، اعتماد در کمیسیون هم، اما موضوع دیگری است که تکمیل نیست. کسانی که آمدن نو آمدن تجربه کافی را ندارن و برخورد رئیس جمهور با کمیسیون برخورد نیست که باید کمیسیون مستقل باشه، به گونه دیگه است. و این همگی یک فضای بی‌اعتمادی را به وجود آورده و دایر شدن انتخابات را به شک و تردید مواجه ساخته. یعنی حتی در مورد برگزار انتخابات هم شما شک و تردید دارید؟ بله بله بله. این شک و تردید منشأ میگیرد دلایلی که شما از این چیزایی که من گفتم. در مورد اراده سیاسی حکومت چی باور دارین؟ که یا اراده وجود داره که برگزاری انتخابات یک امر حتمی باشه و یا هم حکومت میخواهی که مردم اخفال بکنه؟ یک امکانی است که انتخابات برگزار نشه و اگر برگزار هم میشه انتخابات مصنوعی شکل داده شده یک چیز خواهد بود که به هیچ صورت درست نخواهد. شما مشکلات غزنی را ببینین که مردم اعتراضشان اوجا بالاست، به اوجا رسیدگی نمیشه. و شما مشکلات امنیتی را ببینید که نصف خاک در دست مخالفین مصالح دولت است. این تمام از اینا دست به دست این بی‌کفایتی ها و مداخلات در مرکز، اینا دست به دست هم میتن و بسیار قسم وضعیت هم میسازه که آدم مطمئن نمیشه از برگزاری انتخابات. خب اگر انتخابات برگزار هم شوه آقای خورم، اچه شما در مورد برگزار انتخابات شک و تردید مطرح کردین، بحران اعتمادی که بر کمیسیون است، بس مداخلات حکومت که در امور کمیسیون صورت میگیره، آنچه که شما هم اشاره کردین بر کمیسیون دیگر هم مطرح میکنه، با این باور هستین که نتیجه انتخابات برای طرف ها قابل قبول باشه و یا هم از اکنون یک بحران کلان پیش روی افغانستان است بعد از برگزار انتخابات؟ حتی آیه ترام ممکن است نظر به چیزی که شما گفتین که طبعا در انتخابات پارلمانی کسان زیاد خود را کاندید میکنند و باز یک تعداد زیاد کامیاب نمیشه. این امکانات هم موجود است که باز معترضین اعتراض کنند و باز برای از او محکمه ساخته شوه و باز خیمه ها باشه و راه ها بند شوه و نارضایتی ها باشه و باز این موضوع بسیار دراز شوه. حتی وقتی که زمان انتخابات ریاست جمهوری میرسه اطاور متاثر بسازه، دیگه ای امکانات بسیار موجود است که موضوع جنجالی شود در صورتی که برگزار هم شود انتخابات. خب زعمای حکومت وحدت ملی بیشترین موارد ضعف که صورت میگیره میگه که میراث حکومت گذشته است.
کمیسیون انتخابات، ساختار کمیسیون انتخابات، شیوه برگزاری انتخابات و یا هم شیوه استفاده از ابزارها برای برگزاری انتخابات هم ناشی از میراث خراب حکومت شما میدانه. اول که شما به این مسئله موافق هستین، دومی که آیا واقعا شما یک ساختار خراب برای این حکومت به میراث نمونده؟ رئیس جمهور فعلی اگر خود را رئیس جمهور میدانه و رئیس اجرا اگر خود را نفر دوم در روی انتخابات میدانه، اینا خب بر اساس کار امو کمیسیون ها آمدن که کمیسیون هایی که قبلا در حکومت قبلی تعیین شده بودن. دیگر اگر او کمیسیون ها و کار انتخابات در او وقت نادرست بود، پس ریاست جمهوری از اینا تحت سوال است، پس ریاست اجرا تحت سوال است. اول خب باید اینا خیلی گوشه گیری خب کنند. در مورد تحت سوال بودن روزی چک وجود ندارد، چون دیده میشه که حکومت یک حکومت ائتلافی است، حکومت بیشتر نه بر اساس آرای مردم و حکومت انتخابی. خب رئیس جمهور خب باز از اونمو کمیسیون باز تصدیق گرفت و خود را رئیس جمهور منتخب میدانه. اگر اوتر خود را نمیدانه باز درست است. این یک موضوع. موضوع دومی است که قانون فعلی انتخابات و کمیسیون هر دو کمیسیون فعلی انتخاباتی چیزهایی هستند که اینا خودشان در دوران خود به وجود آوردن و اونا را تشکیل دادن. حال خب انتخابات باید موافق امو قانون و به اساس کار امی کمیسیون ها پیش برن. دیگر این کمیسیون ها که فعلا موجود هستند و این قانون این میراث سابقه نیست، این چیز نو است. چیزی که اینا خودشون درست است که چیز نو است، اما یک ساختار کشدار و مریض از گذشته نه یک ساختار نه. اینا در قانون هم بعضی تغییرات آوردن و در کمیسیون ها هم از سر تا پای نو ساختن. هیچ کدام چیزی از سابقه در این موجود نیست، هیچ چیز از سابق در این موجود نیست. آقای خورم، شما که تجربه حکومتداری طولانی را دارین، تیم شما آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور گذشته افغانستان که تقریبا در حدود 14-15 سال افغانستان مدیریت کرد، آیا حکومت گاهی بر شما مراجعه کرده در خصوص از اینکه مشوره بکنه در موارد کلان ملی و کلان کشوری و شما از تجربیتون برش مشوره بده؟ در اوایل رئیس جمهور قبلی در مسائل بسیار زیاد خود را مکلف هم می دانست که مشوره ها ارائه کنه بتا برای حکومت فعلی و زمانش. در مسائل ملی وظیفه خود می دانه، البته در جایی که اینا خواستار از او شوند. در صورت که خواستارش نشن خب مطلب نمیشه. برنامه شما بر انتخابات ریاست جمهوری چی است آقای خورم؟ برنامه ما فعلا ای است که برگزاری انتخابات یقینی شود. منظور ما انتخابات ریاست جمهوری است. او یعنی ما متیقن شویم که انتخابات برگزار میشه. قسمی که پیشتر گفتم علائم تر نشان میده که امکان دارد نشه. یعنی ما فعلا سر از این متمرکز هستیم که را یقینی بسازیم که همون انتخابات خب فرض بکنید که انتخابات برگزاریش یقینی شد، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم چیز حتمی شد، شما تیم شما مجموعه تیم آقای کرزی در انتخابات علاقه دارین که در محور برخی از کسا جمع شین و یا هم خودتون تکت انتخاباتی رای بکنین و یا هم نه؟ من حیث کسانی که احساس مسئولیت میکنیم و من حیث کسانی که در صحنه سیاسی افغانستان بودیم و هستیم، ای وجیبه ماست که در او علاقه داشته باشیم و دخالت داشته باشیم. ماندی که به چی ترتیب او تا بال من چیز گفته نمیتونم، چرا که تا بال در این مورد چیز تصمیم گرفته نشده. خب برخی ها به این باور هستند، برخی ها میگن که آقای کرده خود هم علاقه من بر این است که اگر در قانون اساسی تغییر به وجود بیاید و یک بار دیگر خودش به میدان کاردار انتخاباتی داخل شد. در قانون اساسی این موضوع چطور ذکر شده بعد از دو دوره در این تفاسیر مختلف وجود داره که یک کس چطور میتونه بعد از دو دوره اشتراک بکنه نکنه وقفه بیا نبیا ای گپا.
اکی موضوعی است که باید کسانی که صلاحیت حقوقی از او را دارن، علمی از او را، اونا باید بی موضوع را گپ بزنن. در این مورد چون چیز مطرح نشده، من گفته نمیتونم چیزی که آقای خورم، اگر مثلا تفسیر یک اجماع در مورد قانون اساسی، در مورد تفسیر مواد قانون اساسی که در خصوص اتکاندی شدن رئیس جمهور مثلا دو دوره و یا سه دوره اجماع بر این بیاید که مثلا آقای کرزی هم به دوره سوم خود کاندید میکنه، آیا علاقمند دی در وجود آقای کرزی موجود است برای کاندید برای انتخابات رئیس جمهور؟ ما فعلا ندیدم. او دائم با بسیار خوشی در اواخر دوره خودی را میگفت که من بسیار خوش هستم که انتقال قدرت صورت میگیره و یک رئیس جمهور دیگر در نتیجه انتخابات میه، و مثالش امیره میگفت که افغانستان باید آب روان صاف و زلال باشه، نه ای که آب استاده خراب شده. دیگر ما تا بال ای علاقه مندی را احساس نکردیم در نزدشون. آقای خورم، در مسئله صلح به این باور هستین که شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی بتانه با اقدامات تازه خود مذاکرات جدید با گروه طالبان آغاز بکنه و یا هم راهی را برای صلح ترسیم بکنه؟ ما از مطبوعات شنیدیم و خواندیم که یک هیئت چند وقت پیش شورای صلح روان کرده بود در قطر، و طالبان حتی با اینا ملاقات نکرد. در اندونزی از اونا دعوت به عمل آمده بود، اشتراک نکردند. جواب پیشنهاداتی که در کنفرانس کابل از طرف رئیس جمهور ارائه شد، جواب از او را طالبا آوانی ندادند. و ما متاسفانه به این روشی که کار پیش میره برای نتیجه از این ما امیدوار نیستم. خب اصلا شما هم در زمان حکومتتان بیشترین تلاش ها را در این خصوص کردین تا راه های را برای صلح انوار بکنین که نتونستین چنین کاری را. در مورد اقدامات حکومت هم بیشتر خوشبین نبودین، نگفتین که طالبا با حاضر نمیشه، جنگ استخباراتی است. پس چی باید صورت بگیره تا با گروه طالبان یک راه مشخص صلح ترسیم شد؟ چیزی که باید صورت بگیره، حکومت باید خود را از امریکا مستقل بسازه. استراتژی امریکا مطلق متمرکز بر جنگ است. استراتژی امریکا متمرکز به این است که ما را میدان جنگ کشورهای مختلف منطقه بسازه. امریکا استراتژیش متمرکز به این است که افغانستان من حیث یک پایگاه علیه کشورهای دیگه استعمال شود. حکومت افغانستان در صورتی میتونه که موضوع صلح و کم شدن تلفات و تشنج و قتل و قتال اینا را کم بسازه، که در مورد این استراتژی امریکا این روش دنبال روانه و بلگویی را که در پیش گرفته، این روش خود تغییر بده. سپاسگزارم آقای خورم از حضورتان.